بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. این محاضره یا لکچر یا درس دوم ما برای هفته دوم در مضمون المستشرقون و القرآن الکریم یا مستشرقان و خاورشناسان و قرآن کریم است. در درس اول و لکچر اول ما در مورد شناخت و تعریف مضمون المستشرقون و القرآن الکریم مطالب بسیار مفصل ارائه کرده بودیم و این را هم مشخص ساخته بودیم که مضمون المستشرقون القرآن الکریم یا مضمون مستشرقین و قرآن کریم در برگرینده کدام موضوعات است، چه اهمیت دارد و چرا این مضمون باید در تخصص مطالعات قرآنی یا دراسات قرآنی خوانده شود و نتایج و ثمرات مطالعه این مضمون چی خواهد بود. ما در مورد همه این موضوعات و مسائلی که مربوط می شود به مفهوم و تعریف و ماهیت مضمون استشراق و المستشرقون و القرآن الکریم و الاستشراق و القرآن الکریم در محاضره و لکچر اول در هفته اول به صورت مفصل صحبت کرده بودیم که انشاءالله او لکچر گذشته ما در حقیقت یک مدخل، تعریف و تمهید بود برای لکچر و درس این هفته ما که عنوانش است تعریف، مفهوم، آغاز و تطور استشراق. ما در هفته گذشته این را گفته بودیم که انشاءالله در لکچر آینده، یعنی لکچر امروز و این هفته، ما در مورد این دو سوال مهم انشاءالله به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. عنوان اول، سوال اول ببخشین، سوال اول این است که استشراق چیست و سوال دوم این است که مستشرق کیست. انشاءالله در محاضره یا درس و لکچر امروز و این هفته ما به صورت مفصل در مورد این صحبت و بحث خواهیم داشت که تعریف استشراق چیست، استشراق چگونه تعریف می شود و همچنان مفهوم استشراق از چه قرار است، و بعدا این را خواهیم دید که آقا استشراق یا خاورشناسی یا شرقشناسی اورینتالیسم چگونه آغاز شد و از کجا آغاز شد و من حیث یک جریان فکری چگونه انکشاف و تطور یافت و به کجا رسید. طبعا یک بار دیگر میخوام این را تکرار بکنم که قبل از پرداختن به دیدگاه ها و نظریات مستشرقین در مورد قرآن کریم، ما ناگزیر هستیم که در نخست استشراق را یا خاورشناسی را درست بشناسیم. بدون شناخت همه جانبه و مفصل و درست خاورشناسی یا استشراق یا اورینتالیسم ممکن نیست که ما برویم و نظریات و دیدگاه های مستشرقین را در مورد قرآن کریم به بحث بگیریم. یعنی ما ناگزیر هستیم که از این ممر یا مدخل بگذاریم، در نخست خاورشناسی را یا استشراق را درست بشناسیم و بدانیم که استشراق چی مفهوم دارد و چی تعریف دارد و چگونه آغاز شده است و مستشرقین در کدام عرصه ها و در کدام حوزه ها به مطالعات و تحقیقات پرداختند و اثر و نتایج آثار و نتایج تحقیقات و کارهای مستشرقین در مورد اسلام چی بوده، و یعنی به تعبیر دیگر استشراق چی آثار و نتایج از خود بر مجموعه فکر و اندیشه اسلامی به جا گذاشته است. بنابراین در این محاضره یا در این لکچر و درس امروز تلاش خواهیم کرد تا
مانند که در عنوان نوشته شده تعریف مفهوم آغاز و تطور استشراق را ان شاء الله تعالی به صورت مفصل و همه جانبه با هم به بحث بگیریم ان شاء الله. باید عرض بکنم که استشراق گفتیم ما میخواهیم که به دو سوال مهم پاسخ بگوییم. اول نخست این که استشراق چیست و تعریف دیگری که مستشرق کیست. بنابراین در مورد استشراق باید عرض شود که اصطلاح استشراق یا استشراق در عربی و خاورشناسی و همچنان شرقشناسی در فارسی و همچنان کلمه ختیز پیژندن در پشتو همه کلمات هست که در حقیقت معادل کلمه اورینتالیسم است، معادل این کلمات شرقشناسی، خاورشناسی، الاستشراق، ختیز پیژندن در پشتو این معادل کلمه اورینتالیسم است، کلمه اورینتالیسم. و طبعا کلمه ماتریالیسم و اورینتالیسم که یک کلمه هم کلمه هم انگلیسی است و هم فرانسوی است و در زبان انگلیسی و فرانسوی به کار میره، از ماده اورینت یعنی شرق گرفته شده است و ریشه لاتینی آن اورینز است، یعنی از ریشه اورینز اورینت گرفته شده که به معنای شرق است و شرق هم و بعدا اورینتالیسم از کلمه اورینت گرفته شده. اورینت به معنای شرق و شرق هم یک اصطلاح سیاسی و جغرافی است که در اروپا اولا نخست در اروپا و بعدا در امریکا و سرزمین ها و کشورهای اطلاق می شود که در شرق بحر مدیترانه موقعیت دارند. یعنی در نخست قبل از اینکه اول طبعا اصطلاح اورینتالیسم در نخست در اروپا ایجاد شد در اروپا به کار رفت و بعدا این اصطلاح ترمینولوژی اصطلاح عام شد با امریکا رفت. در نخست شرق به کشورهای به جانب او قسمتی از جهان اطلاق می شود که در شرق بحر مدیترانه موقعیت دارند در مقابل اروپا. و برای نخستین بار استعمارگران اروپایی در قرن 19 یعنی و اصطلاح شرق را برای کشورهای آسیایی و افریقایی و اصطلاح غرب را برای کشورهای اروپایی و آمریکایی به کار بردند. یعنی کلمه شرق و غرب من حیث دو اصطلاح یعنی در اروپا ایجاد شد و کلمه شرق برای کشورهای آسیایی و افریقایی از طرف اروپایی ها به کار رفت و همچنان کلمه غرب برای کشورهای اروپایی و آمریکایی به کار برده شد. هرچند اصطلاح شرق برای همه کشورهای شرقی و کار می رود مگر بیشترین استعمال این اصطلاح بر جهان اسلام کاربرد دارد و گاهی برای کشورهای اسلامی مصطلح شرق اسلامی استفاده می شود. کلمه اورینتالیسم، کلمه استشراق طبعا از کلمه خود الاستشراق کلمه طبعا قسمی که واضح هست کلمه عربی هست و کلمه و استشراق طبعا ماده و ریشه شرق است و شرق هم مثل که قبلا باید بگویم که شرق طبعا به معنای یک از جهتهای سمتهای چارگانه است که و شرق به جهتی گفته میشه در فارسی خاور که آفتاب از آن جهت طلوع میکند و معادل کلمه شرق در زبان فارسی خاور است و در زبان پشتو ختیز. بنابراین کلمه شرق کلمه استشراق است، کلمه شرق گرفته شده و کلمه الاستشراق در لغت به معنای طلب شرق، انتصاب به شرق، رو کردن به طرف شرق و گرایش به طرف شرق است. در لغت یعنی الاستشراق چون باب استفعال همیشه ما میدانیم که باب استشراق از خصائص باب استشراق در باب از خصائص باب استفعال ببخشید در صرف یکی طلب است و خواست است. بنابراین الاستشراق یعنی استشرق فلان یعنی طلب الشرق و انتسب الى الشرق و اتجه الى الشرق. یعنی به تعبیر دیگر بگویم در تاکید یعنی استشراق به معنای طلب شرق، انتصاب به شرق، رو کردن به سوی شرق هست و این معنای لغوی است. اما با وجود معنای با وجود ارتباط میان معنای لغوی استشراق و معنای استصلاحی استشراق باید توجه داشت که استشراق به حیث اصطلاح کاربرد بیشتر دارد. یعنی بیشتر معنای لغوی استشراق زیاد مطلوب نیست بلکه و کمتر کسی به دنبال استفاده لغوی کلمه استشراق است. بگر بگویم که معنای لغوی استشراق اصلا مورد بحث نیست شاید مبالغه نباشد. به هر صورت
بار دیگه عرض میکنم که کلمه مصطلح استشراق ترجمه مصطلح اورینتالیزم که در زبان انگلیسی و فرانسوی به کار می رفت و از ماده اورینت معنای شرق گرفته شده و این ماده اورینت هم از ریشه لاتینی اورینس گرفته شده. استشراق یا اورینتالیزم یا خاورشناسی یا ختیس پیشندنه در پشتو در ترمینولوژی و از یک اصطلاح به معنای علم شرق، علم جهان شرق، شرق شناسی و مطالعه شرق است که در فارسی به آن خاورشناسی و در پشتو ختیس پیشندنه نیز گفته می شود. به هر صورت یعنی کلمه اورینتالیزم بعد از که از آن که پس از آن که به اصطلاحی برای مطالعه تخصص مطالعه و تخصص در مورد شرق تبدیل شد برای اولین بار در سال 1779 یعنی در قرن 18 در اواخر قرن 18 میلادی وارد قاموس انگلیسی و در سال 1836 یعنی تقریبا 40-50 سال بعد از این وارد فرهنگ معجم اکادمی فرانسه شد. یعنی از قرن کلمه اورینتالیزم از اواخر قرن 18 میلادی که ما فعلا در قرن 21 میلادی قرار داریم، یعنی تقریبا اگر این را بگویم قرن 18 که بیش از دو قرن یا دو نیم قرن قبل کلمه استشراق زیاد استعمال شد، مستعمل شد و به صورت مشخص به کار رفت و طبعا یک تعداد زیادی از بعضی از دانشمندان آغاز استشراق را هم آخر قرن 18 می دانند. البته گپ زیاد دقیق درست نیست، بعدا روی می پردازیم که استشراق چگونه آغاز شد، لیکن وارد کلمه استشراق در سال 1779 یعنی در آخر قرن 18 وارد قاموس انگلیسی و در سال 1836 وارد فرهنگ معجم اکادمی فرانسه شد که بعد از این بازی کلمه استشراق یعنی مصطلح استشراق من هیچ یک ترمینولوژی مشهور شد و معروف شد و به کار رفت. به هر صورت ای بود یک نوع واجه شناسی کلمه استشراق، یعنی من حیث یک واجه و من حیث یک کلمه که من حیث یک ترمینولوژی به کار میره. به هر صورت بیشتر معنای لغوی استشراق مطرح نیست، بیشتر معنای اصطلاحی استشراق مطرح است و اگر خواسته باشیم که یک تعریف تقدیم بکنیم از استشراق متوان خواهیم دید که دانشمندان و کسایی که اهل تحقیق هستند در باره استشراق تعریف‌های متعددی از استشراق خاورشناسی را کردند که با وجود اختلاف در الفاظ همه بر این اتفاق دارند که استشراق عبارت است از مطالعه و از استشراق عبارت از مطالعه و پژوهش توسط غرب پیرامون شرق و مردمان شرقی در حوزه ادیان. یعنی همین هرچند تعریف های متعددی از استشراق وجود داره و دانشمندان از دیدگاه مختلف استشراق تعریف میکنن یا مفهوم استشراق را بیان میکنن، لیکن در مجموع همه تعریف ها را اگر ما پیش خود داشته باشیم و روی میز بگذاریم در نتیجه میتونیم اینو بگویم و خلاصه بکنیم که استشراق عبارت است از مطالعه و پژوهش توسط غرب، یعنی توسط دانش پژوهش و تحقیق توسط دانشمندان غربی، یعنی اول نخست اروپایی و دانشمندان اروپایی مانند دانشمندان انگلیسی و فرانسوی و هلندی و آلمانی و غیره پیرامون شرق، یعنی مطالعات شرقی. استشراق عبارت است از مطالعه و پژوهش و تحقیق پیرامون شرق. شرق طبعا گفتیم کشورهای آسیا و افریقا و لیکن به خصوص جهان اسلام که اکثر مطلق جهان اسلام در کشور در اروپا و در آسیا و افریقا قرار داره، به خاطر مطالعه و پژوهش و تحقیق در مورد شرق یعنی جهان شرق آسیا و افریقا و طبعا درباره مردمان شرقی در حوزه های ادیان، فرهنگ، تمدن، تاریخ، زبان، ادبیات، هنر و دیگر عرصه ها. یعنی استشراق عبارت است یا استشراق شرق‌شناسی عبارت است از مطالعه و تحقیق در مورد ادیان شرقی، فرهنگ و تمدن شرقی، تاریخ شرق، زبان شرق، ادیان شرق، ادبیات شرق، هنر و دیگر عرصه ها. بنابراین یعنی همه تعریف های استشراق اگر ما روی میز بگذاریم در موامش با هم جمع بکنیم نقاط مشترک شمیه بشه که یعنی استشراق یعنی مطالعه شرق، مطالعه شرق یعنی مطالعه آسیا و افریقا و کشورهای آسیا و افریقایی و در مجموع یعنی مطالعه جهان اسلام، اگر چند مطالعه جهان اسلام و در کدام مطالعه شرق در کدام حوزه ها و عرصه ها، در حوزه های دین، فرهنگ، تمدن، تاریخ، زبان، ادبیات، هنر و دیگر عرصه ها. اگر خواسته باشیم به تعبیر دیگری را بیان بکنیم میتونیم بگوییم که به تعبیر دیگر استشراق عبارت است از اهتمام علمای غرب به مطالعه اسلام و مسلمانان در حوزه‌های مختلف با روش و اهداف معین. یعنی
هرچند که اقلیمی شرق عام است، یعنی به همه جهان در مجموع به همه کشورهای شرقی آسیا و افریقا در مجموع اطلاق میشه، یعنی که در برگندی چین و ژاپن و کشورهای دیگه که حتی کشورهای غیر اسلامی هم هست میشه، لیکن چون از بس که مطالعه دانشمندای اروپایی خصوصا در قرن در آخر قرن 18 و قرن 19 و در قرن 20 بیشتر مختص بوده، متمرکز بوده مطالعه دین اسلام و عقاید مسلمان ها و تاریخ مسلمان ها و فرهنگ و تمدن و زبان های مسلمانان، به این خاطر اگر وقتی که آل استشراق گفته میشه، اورینتالیسم گفته میشه، تقریبا یعنی ما میتونیم بگوییم که یعنی نوعی از اسلام شناسی یا مطالعات غربی ها و اروپایی ها در مورد اسلام، یعنی تقریبا از بس که این مطالعات متمرکز بوده، بنابراین وقتی که ما اورینتالیسم میگیم، شرق میگیم، بیشتر ذهن به این طرف میره. چیزی که متبادر الی ذهن است این است که یعنی استشراق، خاورشناسی، اورینتالیسم، یعنی مطالعه و پژوهش و تحقیق و کاوش در مورد شرق، در مورد جهان اسلام، در مورد اسلام، در مورد قرآن، در مورد سنت، در مورد عقاید، در مورد تاریخ، در مورد زبانهای مسلمان ها. بناهن و طبعا از کدامی تعریف های مختلف وجود داره. یکی از دانشمندان متخصص مطالعه در عرصه استشراق شناسی و خبرشناسی استشراق را چنین تعریف میکند: استشراق عبارت است از سهمگیری و مطالعات متفکران و دانشمندان غیر مسلمان، هم از غربی و شرقی، در علوم اسلامی، فرهنگ، رسم و رواج، عادات، ادبیات و ادبیات مسلمانان، به صرف نظر از وابستگی جغرافی این دانشمندان و به صرف نظر از منطقه و زبان مسلمانان مورد مطالعه. یعنی باز هم تقریبا برمیگردیم به همان تعریف قبلی که ما ارائه کردیم که استشراق عبارت است از سهمگیری و مطالعات متفکران و دانشمندان غیر مسلمان، هم از غربی و شرقی، در علوم اسلامی، فرهنگ، رسم و رواج، عادات و ادبیات مسلمانان، به صرف نظر وابستگی جغرافی این دانشمندان و به صرف نظر از منطقه و زبان مسلمانان در مورد مطالعه. طبعا این تعریف یک کمی متفاوت است. در تعریف اول، تعریف عام استشراق است که یعنی مستشرق باید یا خاورشناس یا اورینتالیست باید کسی باشه که او انسان دانشمند اروپایی و دانشمند غربی، هم یا اروپایی یا امریکایی در مجموع، که او غیر مسلمان است و در مورد اسلام و جهان اسلام تحقیقات میکنه، در مورد اسلام و مسلمانها و عقاید و دین و مذاهب و همچنان زبانها و تاریخ و تمدن و فرهنگ مسلمانها تحقیقات میکنه و چیزی مینویسه و مطالعات داره. طبعا و داود شرط گذاشته میشه که باید یعنی کسی که مستشرق است یا خاورشناس است، اورینتالیست است، باید اول غربی باشه، دوم غیر مسلمان باشه، دو مسلمان باشه. ای هم به اصطلاح یعنی یک از نظر جغرافیایی هم باید محدود شوه که شرق شناس یا مستشرق باید غربی باشه و از نظر دین هم باید غیر مسلمان باشه، در حالی که بعضی دانشمندان دیگه ای را میگن که نه، مستشرق هر کسی که متفکر و دانشمند باشه لیکن غیر مسلمان باشه، مسلمان نباشه، چی شرقی باشه چی غربی، که در علوم اسلامی و فرهنگ و رسم رواج و عادات ادبیات مسلمانان به صرف نظر است و وابستگی جغرافی تحقیقات میکنه، مستشرق است. به این برای به این معنی فرقی میشه که مثلا در تعریف اول یعنی مستشرق باید اروپایی باشه، آمریکایی باشه، یعنی غربی باشه و و مسلمان نباشه، او مستشرق است یا خاورشناس است. در تعریف دوم است که یعنی اگر مثلا یک کسی ژاپنی است یا چینایی است لیکن هرچند خودش از شرق است، از آسیا است، لیکن چون غیر مسلمان است درباره اسلام و جهان اسلام و مسلمان ها تحقیق میکنه، بنابراین این را ما مستشرق گفته میتونیم، مستشرق است. یعنی تفاوت دو تفاوت از اینجا ظاهر میشه. بنابراین یعنی استشراق میخوایم دوباره پس قضیه را خلاصه بکنیم، ایست که مستشرق استشراق عبارت یا شرق شناسی یا خاورشناسی اورینتالیسم عبارت است از مطالعه و تحقیق و پژوهش در مورد شرق به صورت کل و به ویژه در مورد جهان اسلام و مسلمانان و تاریخ و عقاید و مذاهب و تمدن و فرهنگ جهان اسلام و مسلمانان، این درباره این استشراق است. و مستشرق کسی است که دانشمند یا عالم و پژوهشگر و محقق غربی است که اروپایی و آمریکایی، که در مورد اسلام و مسلمانان و جهان اسلام، تاریخ و ادبیات و فرهنگ و تمدن و رسم و رواج و اقتصاد و
مسائل مربوط دیگه که مربوط به شرق میشه در کل و به صورت مشخص در وارد جهان اسلام تحقیقات میکنه. میخوام باز رو تکرار بکنم که هرچند کلمه استشراق اورینتالیزم مطالعه شرقیات است، یعنی چیزی که به شرق مربوط میشه که آسیا و افریقا را در بر میگیره، لیکن از بس که تمرکز مستشرقین بر اسلام در شرق بر تمرکز مستشرقین در شرق بر جهان اسلام و مسلمانان و ادبیات و تاریخ و فرهنگ و رسم و رواج و همه چیزهای مربوط به جهان اسلام بوده، بنان وقتی که استشراق گفته میشه، اورینتالیزم گفته میشه، خاورشناسی گفته میشه، شرق شناسی گفته میشه، یا در پشتو ختیز بجنده نگفته میشه، فورا ذهن به طرف مطالعات مطالعه و تحقیق علمای غربی در مورد اسلام ذهن به این طرف میره. بنان در حقیقت میتونم این رو بگویم که یعنی شرق شناسی یعنی در نتیجه به این شده که یعنی در بس که تمرکز بر جهان اسلام بوده، شرق شناسی یا استشراق یا خاورشناسی در حقیقت مترادف شده و معادل شده با یک نوع اسلام شناسی. اگر بگوییم که اسلام شناسی از عینک و از دیدگاه توسط انسان غربی، دیدگاه و نظریات و مطالعات و تحقیقات و پوشش های دانشمندان غربی، اروپایی و امریکایی در مورد اسلام به استشراق گفته میشه، زیاد مبالغه نکردیم. بنابراین این بود تعریف استشراق و تعریف استشراق. و اگر بریم به مفهوم استشراق، یعنی اگر بخوایم که بعد از بیان تعریف استشراق ایجاب میکنه که تا برای شناخت بیشتر استشراق پیرامون مفهوم استشراق روشنی انداخته شود، یعنی باید بگویم که تعریف، طبعا تعریف استشراق قسمی که من قبلا هم گفتم، این تعریف استشراق است. و تعریف استشراق بر امین مفهوم استشراق، یعنی تعریفش قسمی که گفتم همی است. و ما بالاخره یعنی مطالعه که از طرف یک دانشمند شرقی صورت میگیره در مورد جهان اسلام، هر مطالعه و تحقیقی که از طرف یک دانشمند اروپایی و امریکایی و غربی در مورد شرق به صورت کل در مجموع و در مورد جهان اسلام صورت بگیره، به این استشراق گفته میشه. البته این در مورد تعریف استشراق است. و اما در مورد مفهوم هم دانشمندان طبعا دیدگاه ها و تعریفات و مفهوم های دیگه هم دارن که او را ناگذیر هستیم که به اونا هم کمی اشاره داشته باشیم و به او اشاره بکنیم، که انشاءالله به او هم اشاره میکنیم انشاءالله تعالی.